اگه طرفدار تماشای سریال های رازآلودی هستی که توی اون اتمسفر یه مقدار هولناک، هیجان انگیز و معماگونه‌شون غرقت کنن، این ویدیو به دردت میخوره. سلام، چطورین؟ احسان منصوری هستم و توی این برنامه قراره که بدون سپویل، یعنی بدون نگرانی، این ویدیو رو تماشا میکنید. یه سریال بسیار مطرحی که حسابی گرفته و معمای به شدت هیجان انگیزی رو با خودش حمل میکنه بهتون معرفی بکنم به اسم From. اگه طرفدار سریال باشید که احتمالاً از تماشای این ویدیو لذت ببرید، اگرم که این سریال رو ندیدید الان این ویدیو رو تماشا میکنید که تصمیم بگیرید ببینیدش یا نه، همه تلاشامو کردم که در این ویدیو به شما راهنمایی خوبی بدم تا قطعی تصمیمتون رو بگیرید که به دردتون میخوره، از تماشاش لذت میبرید یا نه. بریم سراغ خلاصه داستان سریال. فقط قبلش بگم که اسپانسر این برنامه هم حساب فاست، نرم افزار آنلاین حساب داری که نیاز به نصب نرم افزار ندارین. قبلا گفتم یه نکته خیلی جالب میخوام بهتون بگم، اونم اینه که امکانی که حساب فا به کاربرهاش میده اینه که تا 15 روز رایگان بدون اینکه بخوان هیچ هزینه بدن از امکانات حساب فا استفاده بکنن. اگه راضی بودن، اگه دوست داشتن، اگه براشون کاربردی بود، بعدش اشتراک بخرن. این خفن بودن حساب فا رو نشون میده و حسابی دمشون گرم. بریم سراغ یکی از عجیبترین خلاصه داستانهایی که تا به حال تبدیل به سریال شده، خلاصه قصه یک سریال فرام. فرض کنید که یه دی توی مسیر سفر میبینن که جاده بسته است، جلوش یه تنه درخت افتاده. تصمیم میگیرن که برگردن و از یک فرعی این رو دور بزنن و دوباره وارد جاده اصلی بشن. از فرعی که میرسن به یه شهر کوچیک. اوکی، ازش بگذریم و بیفتیم توی جاده اصلی. وقتی ازش عبور میکنن و ازش خارج میشن، دوباره وارد همون شهر کوچیک میشن. چی شد؟ بریم دوباره، شاید اشتباه اومدیم. دوباره خارج میشن، دوباره وارد همونجا میشن. یعنی میفتن در یک سیر تمام نشدنی، زندانی یک زندان میشن، شهری که نمیشه ازش خارج شد. حالا یه دقیقه قبلا اومدن، فهمیدن، وظیفه‌شون اینه که اینایی که تازه میان رو توجیه کنن که آقا این اینجوریه، شما گرفتار شدید، شما افتادید توی یک زندانی که ازش راه خروجی نیست، ولی وجه ترسناک شهر هنوز باقی مونده. شب که میشه، نور که میره، انسان نماهایی با لبخند نزدیک تو میشن تا فریبت بدن دری پنجره چیزی باز کنی. Maybe I can come in. و بعد چی میشه؟ سلاخیت میکنن. This is what happens when you break the rules. اینجا کجاست؟ چرا توش گیر افتادیم؟ این هیولاها کیان؟ معماهایی است که تو قراره در حین تماشای این سریال پاسخشون رو کشف کنی. خیلی جذابه، خیلی این قصه جذاب. پایلوت قسمت اول نمونه است که باید به نظرم ازش یاد گرفت. یعنی بذاریم جلومون ببینیم اینا تو قسمت اول چی کار کردن، قصه رو چجوری پیش بردن، چجوری این ماجرا رو برای ما تعریف کردن، یاد بگیریم ازش. و نکته ای که مهمه اینه، فصل اول هرچی که بود لولش، دو و سه به نظر من هیچ افتی نکرده، چه بسا تو رو بیشتر غرق میکنه در دل معماهای جذابی که دلت میخواد پاسخشون رو پیدا بکنی و درگیرت میکنه. پس قصه خوبه، بازی ها خوبه، معما جذابه و به نظر من افت هم نکرده و هنوز قابل پیگیری و قابل ردگیری است. اما آیا ایرادی هم داره این سریال؟ همش خوبیه؟ حتما داره، که اتفاقا مهمه بشنویدش، چون در تصمیم گیریتون برای اینکه شروع بکنید، بالاخره تا به حال سه فصل اومده، هر قسمت هولوش 50 دقیقه 60 دقیقه است و باید بدونید که آیا از تایپ اون سریالایی هست که ازش لذت می‌برید وقتتون یه وقت هدر نشه. پس اون نکته رو بهتون میگم، فقط یه سری اطلاعات ابتدایی در مورد سریال بدم، بعد بریم سراغ نکات مثبت و منفیش. آینم بگم که یه بازیگر ایرانی هم داره که جلوتر میگم کیه. این یه سریال علمی تخیلی ترسناکه، خالقش جان گریفینه،
فصل اول 2022 اومده و فصل دو و سه با فاصله هر کدوم یک سال بدون معطلی و اذیت کردن آمده بیرون و خیلی طرفدارانش رو معطل نکرده. هر فصل 10 قسمت، هر قسمت 50 دقیقه. تهیه کنندگان این سریال همون تهیه کنندگان سریال جذاب و پرمخاطب لاستن. بچه شبهای سریال فرام خیلی جذابه و خیلی قدرتمندتر از روزهاشه، اون پرداختی که در شب اتفاق میفته. نه که روزش ضعیف باشه، اصلا به نسبت بقیه سریال های دیگه از نظر کیفی شبهای سریال فرام ویژه و چشمک زنه. چرا؟ بهش فکر کردم چرا. یک، به این علت که اهمیت میدن به نکته بسیار مهم بازیگر فرعی و گذری که در اکثر کارهای ایرانی اصلاً مهم نیست و چقدر حیف میکنه کارها رو. این آدمایی که با پوسته انسان هیولان شبها میان صرفاً یه لبخندی دارن و چند تا دیالوگ کوتاه، میان و میرن اگه دستشون به کسی برسه که دری پنجره چیزی باز بشه که جرواجر، وگرنه میرن. خیلی حضورشون کوتاهه ولی انتخاب‌های انجام شده. من نمیدونم اینا کیان، بازیگر تئاترن، استعدادیابی شده اینا رو پیدا کردن از بین مردم عادی، ولی فوق‌العاده‌ن. اکتینگ درست، لحن درست، راه رفتن صحیح، رفتن گشتم. من مصاحبه دیدم تو یوتیوب بازیگر پسری که همچنان در فصل سوم هم پررنگ، همون کسی که از بین این فرعی‌ها بیشتر می‌بینیمش با اون لبخند ترسناکش، توی زندگی عادی هم لبخندش ترسناکه. پس اینا گشتن، گفتن فاکتور اینه، اینا باید ترسناک بخندن. آدمه رو یه جوری انتخاب کردن که همین جوری بدون گریم ترسناک، میخنده ترسناک تر میشه و درست جلوی دوربین ظاهر میشه، درست راه میره، درست حرف میزنه، درست دیالوگ میگه. بازیگران گذری هن ولی مهمن. روی مرز خنده دار شدن لباسایی که پوشیدن، یکی لباس عروس تنشه، یکی لباس خلبانی، لباس ملوانی تنشه، میتونه خنده‌دار بشه. چرا نمیشه؟ چون بازیگرا درست انتخاب شدن، چون جای دوربین درسته، چون نورپردازی درسته، چون موسیقی داره درست کار میکنه. بعد یاد بگیریم دیگه، باید یاد بگیریم. You can't save them all. و همون نکته منفی اصلی سریال کشش میده، یعنی سکانس های اضافه داره، سکانس های بعضن طولانی داره که خیلی کمکی به پیشروی قصه نمیکنه و این احساس رو در من ایجاد میکنه که داره کشش میده برای اینکه سریال طولانی تری داشته باشه. آیا توی مخمه؟ بله. آیا باعث میشه که از سریال دل زده بشم و دیگه نبینمش؟ نه. اگر تو به واسطه اینکه یک معمای خیلی جذاب ببینی، لذت ببری، خودتو برسونی دیگه فصل سوم الان و همگام و هم مسیر بشیم و هم دیگه با هم دیگه تماشاش بکنیم و میتونی بگذری از این کش دادن‌های بعضن و گاهی اوقات خود زیاد، سریال رو ببین. ولی اگر این قضیه میره تو مخت، اذیتت میکنه، احساس میکنی وقتت هدر رفته، سریال گزینه مناسبی برای تو نیست. این راهنمایی رو جدی بگیرید. میری مثلا گروکشی میکنه، یه تعلیق خوب میسازه از اونا که ناخنتو میجوی، میخوای ببینی چی میخواد بشه، کات میده میره اونور، یه سکانس طولانی دیگه میبینیم که دوتا فرد دارن با هم دیگه حرف میزنن. نمیگم خیلی بی اهمیته یا ربطی به قصه نداره، اونجا جاش نیست، داری اذیتمون میکنی، کلی ما رو دور میکنه. باید باج بدیم اینا رو ببینیم، بعد برگردیم که ببینیم اون داستانی که واقعا هیجان انگیز بوده اون لحظه چه اتفاقی میخواد بیفته. و اما بازیگر ایرانی سریال، خانم پگاه غفوری که نقش فاطمه رو بازی میکنه، 25 سالشه، تهران به دنیا آمده، بازیگر و تهیه کننده است و نقشش رو به خوبی داره در سریال ایفا میکنه. ایشون ایرانی هستن ظاهرن، حالا طبق سرچی که من کردم به این نتیجه رسیدم. فقط نمیدونم چرا باید توی سریال اسمش فاطمه حسن باشه. میدونی انگار یه تلفیقی کردن از یه کاراکتر ایرانی و عرب خاورمیانه. این تلفیق جذاب نیست دیگه. اگه ایرانی ما فاطمه حسن نداریم، یعنی این ترکیب بندی عجیب غریبه. فکر میکنم که خود خانم غفوری میتونستن به این نکته اشاره بکنن. اگر اونا نمیدونن بهشون بگن که ما ایرانی ها یه همچین ترکیب بندی اسمی نداریم. یه نکته خیلی مهم، یکی از مهمترین ویژگی های سریال بچه ها اینه که شهر مهمه. روی کاغذ وقتی فیلمنامه رو مینوشتن و
معلوم بوده که برشون مهم بوده که این شهر نکبتی نفرین شده خیلی مهمه و باید تبدیل به شخصیت بشه. آن چیزی که ما از نظر بصری میبینیم شهر رو تبدیل به یک شخصیت شرور خوب میکنه، میفهمیمش. یکی از کارهایی که تکنیکال انجام میده کارگردان در قاب بندی دوربینش که شهر رو تبدیل به شخصیت کنه، جدی کنه. خیلی از قاب بندی ها ما یک بخشی رو داریم کاراکتر رو میبینیم، یک بخش بیشتری رو در تصویر انگار پرتی قابه داریم فضا رو میبینیم. اینجوری ناخودآگاه تسلط محیط بر افراد بهمون القا میشه، اینجوری شهر رو بیشتر میفهمیم. یه جمع‌بندی بکنیم. به نظرم در مورد اینکه چجوری قرار تموم بشه این سریال با این همه معمای پیچیده که طراحی کرده رو بگم. Get these people home, sheriff. Do everything I can. Promise me. بله، مخاطب وفادار داره، مخاطب اسیر شده داره. کی میاد؟ فصل جدید کی میاد؟ قسمت جدید کی؟ خیلی ها الان توی این درگیری هم با سریال فرام. ولی اگه یکم با مرام‌تر بودن و مهربان‌تر بودن با اعتبار خودشون خالقین سریال، میزدن میریختن دور اضافه کاری های فیلم نامه رو، یه چیز مفیدتر و بی اضافه کاری تر ارائه میکردن و به نظر من اون وقت مخاطب بیشتر و سریال ماندگارتری میتونستن ارائه بکنن. واقعا دارم میخواد ببینم چجوری میخواد تمامش کنه. یه فرضیه که من داشتم این بود که اینا موارد آزمایشی هن که یکی داروشون آزمایش میکنه، یک نفر بازیچه دست یک شخصی هن. ولی چون یکی از کاراکترها این رو پیش بینی کرد که احتمالا ما الان داریم آزمایش میشیم و بازیچه دست کسی هستیم، یه خورده این برام فرضیه ضعیف‌تر شد و منم نشستم ببینم چی میخواد بشه. واقعا برام جالب ببینم چجوری میخواد جمعش بکنه. این همه سوالی رو که مطرح کرده نمیتونه روی فراموشکاری بیننده هم حساب کنه، چون خیلی ها نشستن مثل گرگ یوتیوبرهای اونوری قشنگ همه چیز رو دارن تحلیل میکنن، منتظرن پاسخاشون رو بگیرن. اگه نتونه پاسخ کافی بده احتمالاً از چشم خیلی ها بیفته. ولی من ترجیح میدم که از مسیر لذت ببرم، یعنی تهش اگر رازیم نکرد بگم اوکی پایانش رو دوست نداشتم، ولی از مسیر که لذت بردم که اینو انکار نمی کنم. امیدوارم که این ویدیو به درتون بخوره. اگه سریال رو ببینید ازش لذت ببرید، اگرم سریال فرام رو دیدید لطفا نظرتون رو در موردش بنویسید و رفقاتون رو راهنمایی کنید. خیلی مخلصم، در تماسیم.